خب باز با سلام مجدد به دوستانی که تازه به اتاق آمدن، اگر صدای من هست فرهاد جان یکی دو لطف کنه بزنید. من تو بخش قبلی صحبتم گفتم که شرکت در انتخابات یکی به نتیجه انتخابات هست و باید ما فکر میکنیم که چه نتیجه برای ما خواهد داشت، دوم استفاده از فرصت انتخاباتی هست و اشاره هم کردم که به نظر من استفاده خوب از فرصت انتخاباتی کمک میکنه به اصطلاح به ما که اگر شرکت کردیم به نتایج مطلوبی هم که مورد نظر ما هست دست پیدا کنیم. بنابراین اگر به نتیجه هم ما فکر بکنیم باید راهکارهایی رو داشته باشیم، روشهایی رو داشته باشیم که این فرصت رو بتونیم به اصطلاح به بهترین شکل موجود ازش استفاده بکنیم و فقط به اصطلاح هدف صرف این که انتخابات چیز خوبی هست ما شرکت میکنیم این به نظرم معنی نداره، یعنی این همه ما توافق داریم که این معنی نداره. بنابراین مهم این است که این فرصت انتخاباتی رو چگونه به ازش استفاده کرد، سازماندهی کرد، نتیج نیرو کرد، توافق ایجاد کرد، توافق ضمنی ایجاد کرد تا برسیم به این به اصطلاح مرحله انتخابات و نتایج که به اصطلاح از این استفاده از فرصت به دست میاد. بنابراین من اونجا هم تاکید کردم که توافق ضمنی برای اون نیروهایی که حول پلتفرم‌های مشترک کار میکنن مسئله اساسی است که اونها بتونن با یک توافق ضمنی در انتخابات تصمیم بگیرن که شرکت بکنن و یا چگونه شرکت بکنن و اگر قرار است تحریم کنن چگونه به اصطلاح تحریم کنن. این توافق ضمنی هم به نظرم توافق است که بین نیروها واقعا باید باشه. یعنی الان همین قسمت آخری که آقای فرهاد صحبت کرد، آقای روحی، همین بحث، یعنی اگر مثلا ما فکر میکنیم که شورای هماهنگی راه سبز امید یکی از اون نیروهایی هستش که در ایران بخش قابل توجهی از جریان سبز به اون ندای اونها پاسخ میده، یا اگر آقای خاتمی یا اگر آقای کروبی و موسوی یا اگر جریان اصلاح طلبی در ایران به عنوان یک نیروی جدی سیاسی پاسخهای معینی از جامعه میگیره و ما احساس میکنیم که بخشی از برنامه ها و مطالبات سیاسی رو که ما به دنبالش هستیم با بخشی از برنامه های اونها انطباق داره، بنابراین اگر ما به اونها به یک توافق ضمنی برسیم اون وقت در این راهکار به اصطلاح مبارزات انتخاباتی و استفاده از فرصت انتخابات میتونیم به یک دستاوردهای به اصطلاح محسوس و معینی دست پیدا کنیم. وگرنه به اصطلاح من معتقدم که نه بنده و جناب عالی و آقای فتی و غیره و ذلک ما نه به طور فردی و نه حتی به عنوان جریانی به عنوان اتحاد جمهوری خواهان اگر مستقل از نیروهای دیگه شعاری بدیم که در انتخابات شرکت بکنین مردم به ما پاسخ خواهند داد و اگر بگیم تحریم هم بکنین مطمئن باشین که اونها تحریم نمی کنن اگر فکر کنن فرصتی ایجاد شده. و این رو هم من خواهش میکنم دوستان تجربه تاریخ ایران رو نگاه بکنین. تجربه تاریخی ایران طی 30 ساله گذشته نشون داده که جریانهای اپوزیسیون خارج از کشور نقشی واقعا در بسیج نیروها در انتخابات ها نداشتند. یعنی شما انتخابات سال 1976 رو اگر نگاه بکنید که آقای خاتمی با استقبال 22 میلیون به اصطلاح مردم مواجه میشه، انتخاباتی است که نیروهای سیاسی در خارج از کشور عمدتا تحریمش کردن یا اصلا به او توجه ندارن. 1376 ببخشید، یاد انتخابات به اصطلاح همین 88 بسیاری از نیروهای سیاسی در اپوزیسیون در خارج از کشور اول بحث تحریم رو مطرح کرده بودند، خیلی ها هم تحریم کردن و تا آخر هم شرکت نکردن و اونهایی هم که به اصطلاح به این انتخابات بعدن دل بستن و به اصطلاح گفتن بریم شرکت کنیم یا شرکت کردن، اونها هم زمانی آمدن که یک استقبال عمومی در ایران و یک موج به اصطلاح شرکت در انتخابات در ایران به وجود آمده بود. یعنی ما اون موج رو تولید نکرده بودیم، موجی در ایران به وجود آمده بود که از اون فرصت انتخاباتی میخواست استفاده بکنه و ما تنها کاری که کردیم همراه شدیم با اون موج و سعی کردیم به اصطلاح با این موج همراهی بکنیم. بنابراین من خواهشم اینه که دوستان فکر نکنن که ما نقش تعیین کننده‌ای در به اصطلاح روندهای انتخاباتی داریم.
ما اگر بتونیم در این توافق‌های زمینی که در جامعه ایجاد میشه برای استفاده از فرصت‌ها به موقع وارد بشیم و پاسخ‌های مناسبی داشته باشیم، امکان بهره برداری سیاسی داریم از این به اصطلاح فرصت‌ها و اون وقت نشون دادیم که به عنوان یک نیروی عاقل سیاسی جریانی که میفهمه به اصطلاح موج‌های به اصطلاح نارضایتی مردم کجاها به چه اشکالی و از چه شیوه‌هایی میخوان استفاده بکنن، اونجاها به عنوان به اصطلاح یک جریان متبحر سیاسی وارد میشه و ما به این طریق میتونیم کسب اعتماد سیاسی بکنیم و شایستگی سیاسی خودمون رو در حقیقت نشون بدیم و مورد اعتماد واقع بشیم و بعد کم کم به اصطلاح در بازی‌های جدی‌تر و بزرگتر سیاسی به عنوان یک نیروی مرجع سیاسی مورد توجه قرار بگیره. من نگاه هم به این قضیه اینجوری است و فکر نمی‌کنم که اتحاد جمهوری‌خواهان اگه بگه شرکت کنین موج ایجاد میشه یا بگه تحریم کنین مثلا مردم نمیرن. با توجه به این مقدمه تصور من این استش که اون چیزی که در ایران امروز میگذره اون نیروی اساسی تعیین کننده در بدنه اجتماعی ایران نیروی اصلاح طلب هست، جریانات طرفدار جنبش سبز هستن و اونها به عنوان یک نیروی مرجع سیاسی برای بخش قابل توجهی از جامعه ما، اونها هستن که قطب نمای به اصطلاح حرکت شرکت یا تحریم رو دارن تعریف میکنن. در میان اونها اون چیزی که تا حالا هست یک تصمیم جدی گرفته نشده و که شرکت میکنن یا نمیکنن، ولی به طور عاقلانه یک سلسله شرایطی رو گذاشتن که اون شرایط در حقیقت به حاکمیت، گرچه شاید حاکمیت ظاهرا به هیچ کدوم از اونها پاسخ نمیده و مطمئنن و میبینیم که بارها به استناد گروه های معینی از درون حاکمیت هم میگن آقا ما شرط و شروط نمیپذیریم این حرفا، ولی همین نشون میده که اونها توجه دارن به مسئله شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبا. اصلاح طلبا یک موقعیت تاریخی برشون به وجود آمده که نظام جمهوری اسلامی ایران میخواد از این موقعیت میخواد از این به استناد نیروی اینها استفاده بکنه. اونها هم باید بدونن که به اصطلاح این رو به سادگی نباید به اصطلاح به معامله بذارن و به همین دلیل هستش که مثلا شخصیت اصلی مورد توافق همه جناح‌های اصلاح طلبی در تمام به اصطلاح از راست تا چپ اونها گرفته آقای خاتمی یک شرایط مشخصی رو مطرح کرده. ایشون که اون شرایط میتونه که شرایط بنده و شما هم باشه برای شرکت در انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و اجتماعات و به اصطلاح نشریات و روزنامه ها و انتخابات آزاد، یعنی افراد بتونن کاندیدا بشن و به اصطلاح در انتخابات شرکت بکنن. این به نظرم یک به اصطلاح شرایط مطلوبی هست که ایشون مطرح کرده و این شرایط مطلوب باید در حقیقت پلتفرمی باشه برای همه نیروهای سیاسی که بگن آقا ما که نمیگیم داوطلبانه در انتخابات شرکت نمیکنیم، این که اصلا حرف بی‌معنی هست. این که آقا تمام این زندانیان سیاسی حتما لزوما آقای موسوی کروبی در مرکز اونها قرار دارن، اونها باید آزاد بشن از این به اصطلاح مشکلاتی که براشون فراهم شده رهایی پیدا بکنن و این به اصطلاح مسئله پیش بره. حالا این به اصطلاح یک کمپین انتخاباتی هست که یا ما اینها رو به دست میاریم تا اون موقع و بعد تصمیم میگیریم در انتخابات شرکت بکنیم، یعنی ما که میگم یعنی اونها، ما به عنوان بخشی از نیروهایی که در این جنبش عمومی همراهی میکنیم، و یا این که این به اصطلاح شرایط مطلوب به دست نمیان. بنابراین اگر این شرایط مطلوب به دست نیامدن اون موقع باز با یک توافق جمعی به این نتیجه میرسیم که انتخابات رو مثلا تحریم بکنیم یا اگر میخوایم تحریم بکنیم به چه شیوه. من به نظرم میرسه که اینها هم فقط تنها حالتها نیستن، یعنی اگر کسی فکر کنه که حتما و لزوما همه زندانیا باید آزاد بشن، یک و دو و سه و چهار همه به اصطلاح فراهم بشه بعد ما شرکت میکنیم یا نمیکنیم، این هم یک بحث به اصطلاح مطلق نگرانه هست به قضایا در سیاست. سیاست فرصت‌های رو ایجاد می‌کنه که بدون این که شما اون پیش شرط‌هاتون به اصطلاح انجام شده باشه
امکانی رو به شما میده که به اون پیش شرط ها بتونین به اصطلاح دست پیدا بکنین با یک حرکت اعتراضی یا با یک مانور سیاسی. اون مانورهای سیاسی و مهارت شما در اداره اون مانورها و کنترل اون به اصطلاح شرایط هست که به شما یک به اصطلاح برجستگی ویژه‌ای میده. به نظر من یکی از چیزهایی که خود من مدت‌ها روش فکر میکنم این هستش که آقای خاتمی یک شخصیتی هستش در جامعه ایران، چه در زمانی که 22 میلیون رای آورده و چه حتی امروز، یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر در جامعه ایران است. بی‌نظیر که میگم نه به اینکه ایشون رو من میپرستم، بی‌نظیر به لحاظ به اصطلاح موقعیت اجتماعی، سیاسی و به اصطلاح شخصیتیش در جامعه ایران که یک ائتلاف و یک اعتماد و یک به اصطلاح مقبولیت سیاسی معینی رو در جامعه ما ایشون برای خودش به وجود آورده یا تمام جریان اصلاح طلبی برای ایشون به وجود آوردن. ایشون معدل حرکت اصلاح طلبانه و رفرمیستی در ایران هست و یک معدل معقول هم هست، معقولی که مورد قبول به اصطلاح بخش قابل توجهی از جامعه ما هست. من به نظرم میرسه که اگر آقای خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری خودشون رو ثبت نام بکنن، یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی رو به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهند کرد. یک این که اگر ایشون کاندید بشه، اول از همه به خاطر محبوبیت شخصیت ایشون یک موج جدیدی در کشور ایجاد میشه، یک موج امید که به یک تحول در جامعه ایران فکر میکنه. حالا این تحول چشماندازهاش چه هستند بحث دیگری است، ولی همین که خاتمی به عنوان یک شخصیت مورد قبول جامعه ایران بیاد وسط با همین به اصطلاح شرایط و بگه آقا اگر بنده ریاست جمهور بشم، اون چه رو که امروز میگم زندانیان سیاسی رو آزاد میکنم، فلان میکنم، همین شرایطی رو که پیش شرط انتخابات هست اونها رو به شروطی میذاره که در صورتی که انتخاب بشم تمام این کارها رو خواهم کرد به کمک مردم، به کمک مجلس، به کمک کمپین به اصطلاح مردمی در جامعه و تن هم نمیدم به اصطلاح به این روش های سرکوبگرانه که در بعضی از جناح ها هست. یعنی اگر خاتمی کاندیدا بشه، حالا شما تصور بکنین چه وضعیتی پیش میاد. یا اینکه شورای نگهبان مجبور میشه که ایشون رو در واقع حذفش بکنه. حذف خاتمی از شورای نگهبان یک بحران جدی سیاسی در درون جامعه به وجود میاره و اونجاست که تمام جریاناتی که در انتخابات میخواستن شرکت بکنن میتونن بحث تحریم رو مطرح بکنن. یعنی در اون شرایط تمام کسانی که با آقای خاتمی و تمام جریانی که به دنبال جنبش سبز بوده یا اصلاحات بوده و در این به اصطلاح توافق قرار گرفتن بحث تحریم رو مطرح میکنه. یعنی تحریم اونجا هست که تأثیر داره و ما میگیم که به اصطلاح با حذف خاتمی با این پلتفرم انتخاباتی که ایشون اومده اگر ایشون رد بشه ما تحریم میکنیم و در انتخابات شرکت نمیکنیم. این در حقیقت یک نمایش قدرت تحریم هست و اونجا تحریم خودش رو میتونه نشون بده و نشون بده به جمهوری اسلامی ایران از این تحریم چه آسیبی میبینه. دو، اگر آقای خاتمی از این صافی رد بشه و در انتخابات شرکت بکنه، شما مطمئن باشین که تمام جمعیتی که به جنبش سبز در حقیقت با آقای موسوی رأی داده، تمام اون جمعیت بار دیگه تجهیز میشه برای انتخاب آقای خاتمی و جمهوری اسلامی ایران و آقای خامنه‌ای و دار دسته ایشون مواجه میشن با این که با این پدیده چه بکنن. یا باید به یک کودتای مجدد نظامی دست بزنن، امنیتی نظامی، و همون داستان 88 رو دوباره تکرار بکنن که این بحران باز به یکی از بحران‌های جدی در نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد شد و نظام رو مواجه با بزرگترین مشکلات خواهد کرد. بعد شما مطمئن باشین که هیچ کدوم از ماها پیشبینی نمیتونیم بکنیم که از اون بحران نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه قادر خواهد بود که بیاد بیرون یا عبور بکنه و یا به چه وضعیتی منجر خواهد شد.
به ویژه تجربه این بهار به اصطلاح کشورهای عربی و مسلمان هم مطرح هست. مردم ایران به اصطلاح انباشت تجربه مبارزاتی کردن، جنبش دموکراتیک ایران انباشت مبارزات تجربه این انباشت رو داره و این بار باز مطمئنن یک مرحله در حقیقت یک ارتقاء جدیدی در اشکال مبارزه و مکانیزم به اصطلاح مبارزاتی در ایران به وجود میاد. به نظرم اینجا یک بحران بسیار بسیار جدی هست که جمهوری اسلامی باش مواجه میشه و اگر حاضر بشن تن بدن به این که آقای خاتمی بیاد تو قدرت، این یعنی بزرگترین عقب نشینی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قانون اساسی و نظام موجود خودش و این همون چیزی است که در بسیاری از کشورهای توتالیتر اتفاق میفته و نظام‌های سیاسی متناسب با اون ابزارها و به اصطلاح محدوده‌هایی که خودشون در او زندگی میکنن امکانات عقب نشینی مرحله‌ای خودشون رو فراهم میارن و این امکان به وجود میاد که با کمترین آسیب‌های اجتماعی به شکلی مسالمت‌آمیز مراحل گذار طی بشه و میتونه این مرحله از گذار در حقیقت با برگشت دوباره آقای خاتمی که در این موقعیت دیگری ایشان خواهد بود انجام بشه، به ویژه که به اصطلاح بعضی پارامترهای دیگه در به اصطلاح پالیتیکس ایران مطرح هستن که مثلا اگر آقای خاتمی دوباره برگرده در قدرت و مثلا زمانی آقای خامنه ای بمیره یا وجود نداشته باشه، دستگاه اجرایی کشور به ریاست جمهور نقش اول رو داره در تصمیم گیری های سیاسی و مطمئن باشین که دیگه هیچ کاریزمای موجود نیست در ایران که بتونه ولایت مطلقه فقیه رو به وجود بیاره. بنابراین به نظرم میگم که دوستان عزیز هیچ به اصطلاح نسخه معینی وجود نداره که امروز شما بگین تحریم بکنیم این میشه، تحریم نکنیم اون میشه. یک بحث کوتاهی را من بکنم و تموم کنم صحبتمو. ببینید دوستان گرامی، بعضی ها یک به اصطلاح بحث بسیار بسیار پوپولیستی رو برمی‌دارن و علمش میکنن و اینکه ما نباید به اصطلاح در این دام بیفتیم و تنور انتخابات رو داغ بکنیم. دوستان عزیز، تنور انتخابات وقتی داغ شد معلوم نیستش که نون چه کسی در او پخته بشه. تنور وقتی خیلی خیلی هم داغ شد بعضی وقتها دست همون به اصطلاح نونوا رو هم میسوزونه و نون رو اونجا میسوزونه. تنور انتخابات در بسیاری از کشورهای توتالیتر در زمانی که تحولات جدی سیاسی در اونها اتفاق افتاده بسیار بسیار هم داغ بوده و در اون داغی بوده که اونها سوختن و نظامها تغییر پیدا کردن و تحولات سیاسی موجود شدن. داغ شدن تنور انتخابات رو اگر شما به این مفهوم بفهمین که یک جمعیت بزرگ سیاسی به دنبال به اصطلاح تحقق بخشی از مطالباتشون در جامعه حاضر میشن پای به اصطلاح صندوق‌های رأی بیان، این نشون دهنده این هستش که یک قدم بزرگی از این تحول برداشته شده. یعنی مردمی که در خونه نشسته بودن امروز حاضرن به دنبال تحقق آرزوهای سیاسی خودشون، مطالبات سیاسی خودشون یک قدم جلو بگذارن و اونجا در حقیقت چی ارائه وجود بکنن. اتفاقی که در 1388 اتفاق افتاد و بعد از اون ما به اصطلاح اعتراضات وسیع خیابانی رو داشتیم و این بار هم اگر اتفاق بیفته باز همون تنور داغ انتخابات شاید منجر به این بشه که اعتراضات بسیار وسیع خیابانی در بسیار خیابانهای ایران رو ما مشاهده بکنیم. بنابراین این بحث بسیار پوپولیستی که در داغ کردن تنور انتخابات ما نباید شرکت بکنیم، این بحث به نظرم بحث بسیار ضعیفی هست. باید گفتش که ما فرصت انتخاباتی رو به یک کارزار بسیار جدی سیاسی برای تحول از وضعیت موجود به یک تحول نسبتا دموکراتیک در آینده میخوایم تبدیل بکنیم و هرچه هم به اصطلاح این وضعیت موجود داغ‌تر و به اصطلاح مشتعل‌تر باشه
به اون تحول آینده دموکراتیکی که ما به اون فکر میکنیم کمک خواهد کرد، چه در سطح ارتقاء مطالبات سیاسی، چه در ایجاد شخصیت هایی که حاضر هستند به اصطلاح این مطالبات رو به عنوان برنامه سیاسی قبول بکنن و به اصطلاح پشت اون وایسن، مثل افرادی مثل مهندس موسوی، مثل خانم زهرا نهنورد و شخصیت هایی که شما شاید در آینده شاهد باشین که بسیار جدیتر از اون چی که آقای کروبی و آقای موسوی امروز وایسادن، جدیتر از اونها پشت این مطالبات باشن و حاضر باشن به اصطلاح نماد این حرکت تحول دموکراتیک در ایران باشن. من از همه تشکر میکنم. فکر میکنم که هیچ به اصطلاح راه حل واحدی وجود نداره. اگر ما معتقدیم که در جامعه ایران امواج نارضایتی وجود داره، این امواج نارضایتی به دنبال فرصت‌هایی هستند که خودشون رو بتونن به اصطلاح در برنامه‌های سیاسی نشون بدن و جنبش ایجاد بشه. جنبش یعنی این که اون امواج نارضایتی سیاسی در اشکال مطالبه به اصطلاح سیاسی و اجتماعی مشخص و با رهبرانی که حاضر باشن اون مطالبات رو به عنوان به اصطلاح هسته رهبری پیش ببرن، اون وقت ما جنبش داریم و اون جنبش ها تا به وجود نیان، تحول دموکراتیک در ایران به یک جور به یک حرکت به اصطلاح به یک نظام دموکراتیک میسر نیست. دوستان عزیز، خیلی خیلی از همه شما متشکرم و از دوستان اتحاد جمهوری خواهان که این امکان رو برای همه ما فراهم کردن.